حقیقت شهری نو به فیضی پیشوا تبدیل یافت. چین اویغورهای با اسلام عمل کننده را بیرون از قانون اعلان نمود. بر ضد مهاجران آسیای مرکزی استفاده بردن اسلام معتدل را تکلیف نمودند. مقامات مطبوعاتی ماموریت شهری شهری نو نام خود را از حقیقت شهری نو به فیض پیشوا تغییر داده است. تحریریت نشریه میگوید که تغییر یافتن نامگذاری به مرور زمان تعلق دارد. سرمحرری هفته‌نامه حکمت الله ستاری در همصحبت با رادیوی آزادی گفته است که نام کهنه نشریه به زمان معاصر راست نمی آید. حقیقت شهری نو این نام دور شوروی بود و سالهای آخر مسئولان نشریه با ایجاد این نام نو مشغول بودند. حتی در این باره آزمون اعلان شده بود. در نتیجه نام فیض پیشوا انتخاب شد. خبر داد او. هفته‌نامه سال 1993 اساس گذاشته شده است و در یک ماه 4-6 مراتبه با 2600 عدد نشر می شود. در صحیفه های آن اساساً قرارهای حکومت و موادهای تبلیغاتی و تشویقاتی نشر می شود. محترم امام علی رحمان. یادرس میکنیم که سالهای دراز به رحمان همچون جناب عالی مراجعت کرده میشد، ولی سال 2016 ظالم عنوان نو پیدا کرد، پیشوای ملت. مشاهدان قید نمودند که سال از سال رژیم رحمان و هم مسلکان و لگنبردارانش در خصوص شخصیت پرستی رئیس جمهور رکوردهای نو میگذارند. رژیم به اهالی کشور صفتی را تحمیل می‌دهد که به خلق و مدنیت تاریخی آنها ضد می‌باشد، زیرا لگنبرداری و چاپلوسی کردن با ظالم صفتی به اهالی تاجیکستان بیگانه می‌باشد. البته این تعجب‌آور نیست، زیرا حدیث شریف مناسبت درست را نسبت خلیفه قانونی می‌آموزاند. امیران می‌شوند، شما کارهای نیک و بد آنها را می‌بینید. کسی بدی را بفهمد او با آن شریک نیست. کسی بدی را نهی کند نجات یافته است. اما کسی راضی شده پیروی کند هلاک شده است. در خصوص رحمان که با قانونهای سکولاریستی حکم میراند و با توفیل دشمنانی از خارج بوده مردم تاجیکستان حکومتش را نگاه میدارد چی باید گفت؟ حکومت چین با مبارزه علیه اسلام از حد گذشت. در مختاریت شینجان حکومتداران چین برای معین نمودن جدای خواهان مسلمانان اویغور با روی خط گویو اکستریمیزم دینی راهنمایی کردن را شروع نمود. خبر می دید رادیو ایژیا فری. طبق روی خط مذکور اکنون برای دست بر سینه گذاشتن در وقت نمازخوانی یا اینکه برای میسرش را حنا نمودن در منزل زیستش ذخیره کردن طعام بسیار از مسجد دورتر نماز گذاشتن گذاشتن ساعت بر دست راست کلته کرده گشتن شیم همچون مرد میسری دراز گذاشتن و غیره انسان را دستگیر می نمایند. در روایت پیشتره روی خط 75 صفت بیان کرده شده است. حالا در روی خط چند صفت است. استانسیای رادیو خبر نداده است. یک تشکیلاتی بوده است که یک دیگر را با میسری با حنا رنگ کرده شده می شناسند، وگرنه این کار را آنها نمی کردند. ابراز نمود کاتب شعبه پارتی کمونیستی خطای در ولایت خاتن. اگر شخص با نمایندگان پارتی سلام ندهد، اگر از نوشاکی های سپیرتی پرهیز نماید، اکنون همه این به صف اکستریمیزم دینی داخل می شود. خبر داد یکی از فعالان پارتی. حکومت خطای در طول 10 ساله ها این جانب مسلمانان اویغور را به شکنجه های شدید گرفتار نموده، همه طرفه برای رعایت نمودن دین صدی راه می گردد. کار تا جایی رسید که حتی از منزل زیستی مسلمانان قرآن ها و قالینک های نمازگذاری مصادره گردید. نماینده کانگریس اویغوران جهان ترغونجان علاودین آیدی چنین حالت شرح داده میگوید که حکومتداران از اویغورها اسلام را دور ساختنیند.
آنها اندیشه دارند که اگر اویغورها دهری شوند آنها را از خود کرده می شود، می گوید او. یازدهمین نویبر در شهر مسکو لکسیا سیمینار از طرف انجمن اتحادیه‌های همجمعیت جمع آمد برگزار گردید که در آن چاره‌های پیشگیری پهنشوی گویا ایده‌های اکستریمیسم دینی در بین مهاجران مهنتی محاکمه کرده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. معروضه کننده اساسی آید موضوع رئیس تشکیلات مختار غیر تجارتی مرکزی علمی و معرفتی الوسطیه معتدلی علی ویچسلاف پالوسین برآمد نمود. بقیده پالوسین با مهاجران باید مفتیات تاجیکستان و ازبکستان کار کنند. عالمان اسلامی در محل ها که برای آنها همچون انسان های صاحب آبرو اعتبار دارند باید فلاکت بار بودن مفکوره اکستریمیستی را بفهمانند، می گوید او. بقیده پالوسین در این کار به آنها وسطیه معتدلی یاری می دهد. همه اشتراکچیانی برآمد کردگان به دستگیری اسلامی معتدل دعوت نمودند. قید می نمایم که خود اصطلاح اسلامی معتدل محصول غرب بوده به اسلام یگان علاقه ندارد. خود تقسیم کنی اسلام به معتدلی، رادیکالی و سیاسی نامقبول بوده به اساسهای قرآن ضد می باشد. تحلیلگری سیاسی مشهور ترک اکیف چرکچی در مقاله خود مقصد ایجاد شوی مدل اسلامی معتدل از طرف حکمران های جهان می نویسد که مفهوم های بمانند ترور اسلامی، اسلامی معتدل، اسلامی رادیکالی از طرف سیاستچیان امریکایی و همپیمان آنها ایجاد شده است و به منفیت های پوزیتیویستان، سکولاریستان و یکچین ها خدمت می کند. اندیشه شوق‌آور آید این خبرنگار امریکایی دانیل گرینفیلد نیز در یکی از مقاله خود اصطلاح اسلامی معتدل را چنین شرح می دهد. اسلامی معتدل این تئولوژی نوی گوناگون مدنیتی غرب است. اسلام را گیرید و چپه گردانید و شما اسلامی معتدل را پیدا می کنید. یک مسلمان را گیرید که یک سال به مسجد نرفته باشد. اگر از او در خصوص تیم سان دیگو چارجز سوال کنید نقل کرده می دهد. ولی در خصوص صحابگان محمد چیزی را نمی داند. انا به شما مسلمانی معتدل. A Muslim terrorist or a terrorist rather who happens to be Muslim